با سلام درود احترام خدمت هموطنان در سراسر دنیا. چند سال پیش بود، یکی از انتخابات بود، تمام شده بود. من داشتم خیابان پهلوی رو میدم پایین، میدان ولی عصر که ولی عهد شده بعدن، ولی خب من همون زمان ولی عهد بود شده ولی عصر، همون زمان گفتم که درست ولی عصر ایشون هستن و خواهند اومد. دیم شعار دارم میدم، میگفتن بدون هیچ دلیلی خاک تو سر جلیلی. خیلی جالب بود، بدون هیچ دلیلی خاک تو سر جلیلی. حالا برای قضیه قرارداد 25 ساله که هنوز هیچی به نوه دار نوه باره، همه اینا اظهار نظر کردن، همشون اظهار نظر کردن که بگن آقا این توجیه دارد. من جمله جلیلی، مرد که روانی هم بهش مشتبه شده، مرد که متوهم. تو اگه میری پیش خامنه‌ای لیلی به لالات میذاره، اون لالاته، جای دیگه نیست. فکر پخی هستی یا اون سایت انقلاب گرام چرتی پرت بعد بنویسی، تو هم بهت مشتبه شده. واقعا روانی هستی همتون، یک مشت خودشیفته و بدبخت. وقتی چشاتون باز بشه، چه کوشتون باز بشه که توی دادگاه ها شما محاکمه کنن، بفهمید که هر چقدر حقوق گرفتید همش دزدی بوده، حقتون نبوده. بله، آقای جلیلی که خاک تو سر جلیلی بدون هیچ دلیلی فرمودن ما این قرارداد رو نمی نویسیم، هماهنگ می کنیم که آمریکا شل بشه در بحث تحریم ها. چه دلیلی محکمی آورد بیشور، واقعا خاک تو سر جلیلی. آمریکا شل بشه، چی کاری کردی مملکت رو به باد بدی بره فلان کنه بفرشی که آمریکا شل بشه؟ خاک بر سر مرگ آمریکا میگفتید، خاک بر سر که علم میگذید، خاک بر سر خمینیتون که او حرفا رو میزد. همه تون این ذلت و خفت افتادید، دنبال باسن اینون مسموس میکنید، مسموس لیست میزنید، جونتون در میاد. امام جمعه شیراز آمدن فرمودن که این قرارداد با سوره ممتحنه اصلا هماهنگ، خداوند در قرآن گفته. درست عکس این قصه میگه، آیه اول این سوره و آخر این سوره شما بخونید که دوست زحمت کشیده فرستاده، درست میگه که نباید با کفار با این رفت آمد بکنید، از این کارا بکنید. درست همین داره میگه، وقتی آمده عکس این داره میگه. به چه ذلت و خفتی افتادید، دنیا و آخرتون به بازی رفت، دنیا و آخرتون فروش فاتحه خوندی رفت. نمیدونم والله. و هر کسی یه اظهار نظری کرده و جالب تمام اظهار نظر با هم تناقض داره، اما یه هدف رو دنبال میکنه که شاید یک در میلیارد امکان نداره که شماها بمانید، ما شما بمونید. نمیمونید، دنیا میره فهمیده. همین که الان گیرده به حقوق بشر شما، یعنی شما کلکتون کنده است، هیچ راهی نداره. چینا که اومده اینجا به این ذلت و خفتشه. من یه روز یک آقای بودم سیناییان با من قرار بودن تهران، ایشون قبل از این توطئه نگیر پنجاه بود، 17 18 سال رئیس پپسی خرمشهر بود، یه آقای یهودی بودن به نام سیناییان. من داشتم کارخونه میزدم، مشغول در یک کار کارخونه بودم، گفتم آقا شما قرار بذارم. گفتم باش. خلاصه قرار گذاشتم دفترتون میدونی ونک، ای آقا تشریف برده و نشستن و حالا نگو فارسی نه، فول بلد ها، مترجم آورده، ما هم مترجم آوردیم برای خودمون. و گفت خب میخوان چی تولید کنیم؟ گفتم ما آب میخوام تولید کنیم، هم نوشابه. گفت آب برای کجا میخوان تولید کنیم؟ گفتم برای کشور منطقه عربی، منطقه اینها. گفت که زحمت آب کیفیت چی؟ گفتم کیفیت اینجوری اینجوری، همش تعریف کرد. گفت که زحمت زیاد نکش، مردم کشورهای منطقه به آب بد خوردن عادت کردن، تو نمیتونی آب بفروشی. دیدم از موضع تحقیر وارد شده، گفتم باش. پپسی هم که نوشابه، که ما نوشابه ما پپسی ما ال میکنه، بل میکنه، فلان میکنه، پشمدار میکنه، اینجوری از اونجا هست. گفتم میدونی چرا میدونم راه هم درسته کارم درسته؟ گفت نه. گفتم علت این است که تو اینجا نشست رو من، من یک اصلا شناسه نیستم، تو از سر دنیا آمدی اینجا که به من بگی نکن این کار رو، یعنی اگه بکنم تو ورشکسته هستی، تو بیچاره هستی. گفت البته برای شما کاری نداره، شما جنایتکار هستید. این سال مثلا مال بوده 24 5 سال قبل صحبت دارم میکنم. گفتم شما مایکل جکسون میارید اینجا تو کشور عربی، از نوشایی که من درست میکنم میدید بخوره و بعد مایکل جکسون میمیره و از این گردن من، که البته بعد دیگه فهمیدم این اصلا با حکومتی هستن، دست توی کاسه است. تمام تلاششون کردن که یک کار اتفاق نیفته. شاهکار کردید، شاهکار کردید واقعا آقای سیناییان و امثال هم.
الان هم نشستن اینجا سر میز مذاکره چین یعنی اند خفت و بدبختی شد، یعنی هیچ راهی دیگه نداره. ولی اینجا هم سرش به دیوار میخوره، حسابی له میشه، صورت پهن هست ولی پهن‌تر خواهد شد. من متن سخنرانی شازده عزیزمون رو که متن اصلی صحبت از اون جلسه ساعته تا فردا تقدیم کنم میذارم براتون، ببینید که صحبتیشون چی بوده و اون جرثومهای فساد، دروغ، خیانت و جنایت اونا چی کارش کردن، اونا چه دستگاهی توش کردن. روسیایی به زغال میمونه، اونا حتما میذارم، روزم گفتم ولی فردا حتما تقدیم خواهم کرد. یه کارزار دوستان رو انداختن نوشتن که به نشاندن گستردگی انزجار ملت ایران از نظام جمهوری اسلامی کارزار تلفن به کاخ سفید رو اندازی شده. البته کاخ سفید هم بدتر از اینش فرقی نمی کنه، حالا کارزار رو انداختن از خواهش کردم من آگهیشون رو بزنم چشم، ولی کاخ سفید سگ زرد برادر شغاله. از همه مهمانا درخواست شد از 11 تا 17 فروردین با شماره زیر تماس بگیرند، به گرفته و بگویند آقای رئیس جمهور ما ببندید و جمهوری اسلامی در ایران نبگویید. چون اگه آمریکا به ایران بپیونده و بیاد به ایران کمک بکنه که حکومت بره، 100% به نفع خودشه، وگرنه اون هم توی زبان تاریخ دفن خواهد شد. البته خیلی بعید میدونم بیاد و بتونه خودش وفق بده، اون جامعه که اون تربیت کرده، حالا یه حرف توش نیست، نه به جمهوری اسلامی. تلفنش هم گذاشته 201-202-456-1414 201-202-456-1111 این تلفنی به من گذاشتن که زنگ بزنید اونجا پیام بذارید که آقا اینجوری و اینجوری هست. یکی از خواهش دیگه دوستان که دارم، حتی خودتون استاد هستید ماشاءالله، تحریم کالای چینیست. یک قلمم نخرید یک قلم هست. تحریم کالای چینی که سپاه با مخ بره تو دیوار. سپاه که سیاهه. نه سپاهی هستن، سیاهی هستن. ظلمت هستن، بدبختی هستن، فلاکت هستن. اول برای خودشون خانوادهشون، بچه هم برای جامعه. پس بیم در حد توان کالای چینی رو نخریم. و از این ذلیل‌تر و خوارتر بشن. یک تشکر ویژه و درود بزرگ به زنان ایران که شاهکار کرد توی چند روز قضیه. من قبلا گفته بودم که این نهضت و این حکومت رو و انقلاب رو بانو زنان ایران خواهند کرد که الان همینجور پیشتاز هستن از تمام شهر سام شاید، چون زنها برای مالکیت خونهشون عرش فوق‌العاده قائل هستن، به سرپناهشون عرش فوق‌العاده قائل هستن و مردم هم حمایتشون کنند الی آخر که به کار خواستون برسیم. خیلی نزدیکم هست. یه روز توی یکی از خیابان تهران بودم که جمع مردم جمع رفتم، گفتم چه خبره؟ گفتن هیچی، مانتوی رو حراج داره میکنه، توریدی هست حراج میکنه. نگاه کردم مثلا مانتوی که فرض 50,000 تومنه یه داره 10,000 تومن، هر طوری حساب کردم داره نمیشه. بزن والا من که مانتو نمیخوام ولی یه چیزم نیست، ولی 10,000 تومن غیر از مانتو دوزی چه میتونه باشه؟ آقا چه توهین میکنه؟ اتهام میکنه غیر از دوزی نیست، این مال مفت گیرد و مال مفت بفروش. و بعد فرض شخص که مانتو کلا دوزی بوده و طرف رو هم گرفتند. حالا اینها هم که دارن اینجوری کار میکنن با ایران، هر کاری میتونن میخوان بکنن که سرشون سنگ میخوره و اسیر میشن، بس همین است که اینها هم به اموال دزدی رسیدن، به فلاکت رسیدن، دیگه به اینجاشون رسیدن، غرق میشن، خفه میشن، چون ازون در بیاد. بله، الان وقتی که دوستان عزیز، هموطنان گرامی، هم‌میهنان عزیز در سراسر دنیا هر چی فکر دارن عملی کنند، چون خیلی وقت در تنهای خودتون، خلوت خودتون نقشه میکشید چیکار کنم چیکار نکنم چیکار بکنم چیکار نکنیم، و فکراتون عملی کنید. هر چی هست، از نافره بدنی هست، از برچسب هست، از هر چی که هست فکراتون عملی کنید، حتی یک قلم، یک قدم، هر چی شد، یه بوق. خیلی تشکر از بانوان اینا که بانوان اینا شاهکار کردید، خیلی ها نوشتن، خیلی چیز کردن، استقبال زیادی کردن و خیلی هم
واقعا شاهکار کردن، یه حرفی رو گفتن روی شاهکار زن هم نداره. خب نماینده مجلس هم که ظاهرا خیلی هاشون ترسیدن حسابی و به مردم گفتن ما با شما هستیم از این حرفا و مگر مجلس نیاره، مگر ما رأی نمیدیم و از این بحثا. به فشار نپیشه به نماینده مجلس زیاد بیاد، خب فشار بیشترش کنم دوستان عزیز، اینها چون تک هستن تو محل شما گرفتار میشن، قطعا تبعیت میکنن از خواست کل مردم کشور. چین خب ما میدونیم که صنایع داخلی ما امثال کفاشی ها امثال خیاطی ها اینا رو که چین نابود کرد، کارش همینه، جنس بی کیفیت و ارزون میده، کارگاه تعطیل میشن که اون اوایل این حکومت رنگین بارها این گفته شده اون کسی توجه نمیکرد منافع آقا اینجا میکرد که از چین رو وارد بکنن، ولی حالا ما میاییم با جنس با کیفیت با افکار معنوی خوب درست با شرافت با کار حلال ما صنایع شما رو احیا خواهیم کرد، چون جنس بی کیفیت ارزون دووم نداره، بقا نداره و از همه مهمتر است که بدنامی براتون میاد که آورده. الان دوست اگه چین جای ما یه چیز میفرسته و میگن جنس بد نیست چینی هست، مال تایوان مال نیست، اینا مطمئن باشید بار مرها میزنه این شکل، یا از کره میگیره این شکل درست نمید. خب ایامتون به کام، روزگارتون خوش، تا من کلیپ بعدی شما داره ازم بذارم بدون هیچ دلیلی خواب تو سر جلیدی. واقعا شعار قشنگ بس شعار زیباست یاد یادش میمونه. آقای جلی بار تو آینه خودتی ببین، حتی افکاری داری نیست، مریضی نه که تو همه عربابتون همه همین هستید، همه تون همین هستید، مشت نمونه خربانه. ایام بکام، روزگار خوش.